Hey, thanks so much for tuning in to today. ممنونم که به برنامه امروز ما پیوستید. قبل از شروع درسمون میخوام درباره عرضه امروز صحبت کنم. این کتاب دریافت اصول اولیه سلامتی و شفا کتابی است که من سالها قبل نوشتم. گوش کنید. در این کتاب نکات ریز بسیاری رو شرح میدیم خط به خط و میخوایم درباره نقشه خدا برای سلامتی و شفای شما از کتاب مقدس بگیم و سوالاتتون رو جواب میدیم. درباره روش‌هایی صحبت می‌کنیم که چیزی رو که خدا می‌خواد شما دریافت کنید و تجربه کنید درباره سلامتیتون چیه. می‌خوام تشویقتون کنم و ما در قسمت‌هایی که خواهیم داشت این مسائل رو بیشتر توضیح می‌دیم. ولی واقعاً می‌خوام که این کتاب در اختیارتون باشه و در کتابخانه شما تا بتونید کلام خدا رو در قلبتون نگه دارید. به اضافه این، البته ما تمام مجموعه دریافت اصول اولیه رو نیز در 4 کتاب داریم. خوشحال میشم که همه این کتاب ها رو داشته باشید، چون چیزی بهتر از این نیست که کلام خدا رو در قلبتون داشته باشید. جاهای خالی این کتاب را بخونید و پرشون کنید و واقعا کلام خدا رو یاد بگیرید. ما واقعا در زمانی زندگی میکنیم که سواد کتاب مقدس بسیار کمه. اجازه ندین که این شما باشین. شما میتونین کلام رو بفهمین و کتاب مقدس رو بیشتر درک کنید. ما به برنامه امروز میخواییم بپردازیم. برین به صفحه آنلاین ما و همین امروز کتاب ها رو سفارش بدین. ممنونم که امروز هم به من پیوستین. در اصول اولیه تلویزیون بث ما داریم لذت میبریم از دریافت اصول اولیه شفا و سلامتی و این کتاب رو من سالها پیش نوشتم و تشویقتون میکنم کپی اون رو تهیه کنین تا این منبع رو داشته باشین که در کلام مطالعه کنین و بدونین که خدا درباره شفا و سلامتی شما چی گفته و چطور میتونین با زندگی طولانی و شفا و سلامتی رضایت کامل رو داشته باشین در زندگی. خط به خط کلام رو داریم مطالعه میکنیم تا تشخیص بدیم خواست خدا چیه درباره شفا و سلامتی ما. امروز میخوام که درباره این صحبت کنم. ما قانع شدیم که این خواست خداست که شفا و سلامتی رو داشته باشیم، ولی میخوام درباره این صحبت کنم که چطوری انجامش بدیم، چطوری تجربهش کنیم این قدرت شفا بخش رو، و چند تا آیه های مختلف رو میخونم و براتون توضیح میدم که چطور هست. من درباره 3 روش صحبت کردم که در کتاب مقدس خوندیم که خدا به ما کمک میکنه که این شفا و سلامتی رو دریافت کنیم. راه اولی که به شما گفتم و میخوام یادآوری کنم اینه که من و شما در این حکمت راه بریم، اجازه بدیم که روح القدس ما رو هدایت کنه، مثلا استراحت کامل داشته باشیم، غذاهای سالمتر بخوریم یا ورزش کنیم. اجازه بدیم که روح القدس با ما صحبت کنه و به اون گوش بدیم که چه کار باید بکنیم، چه چیزی بخوریم، چه چیزی نخوریم. رهبری روح القدس رو داشته باشیم و حکمت رو برای زندگی روزمرمون استفاده کنیم و این شامل حکمتیه که خدا به ما داده، یعنی استراحت کنیم، غذای سالم بخوریم، دستامون رو بشوریم قبل از خوردن چیزی. اجازه بدیم که روح القدس به ما کمک کنه و رهبریمون کنه. این راه اولی بود که در حکمت زندگی کردن و سالم زندگی کردن چطوریه. روش دومی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، خدا به صورت ماورالطبیعه شفا میده بدون اینکه دست خدا آدم باشه و مثال‌هایی رو در کتاب مقدس می‌بینیم که چند تا از اونها رو می‌خوام براتون بخونم، مثل یوحنا باب 5. براتون میخونم از آیه 2. در اورشلیم در کنار دروازه گوسفند حوضی است که در زبان عبرانیان آن را بیت هستا گویند و 5 ایوان دارد. در آنها گروهی بسیاری از علیلان همچون کوران، شلان، مفلوجان میخوابیدند و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر از گاهی فرشته ای از جانب خداوند نازل میشد و آب را حرکت میداد، اولین کسی که پس از جنبش آب وارد حوض میشد از هر مرضی که داشت شفا میافت. در آن میان مردی بود که 38 زمینگیر بود. چون عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دریافت که دیریست بدین حال دچار است، عیسی او را دید. از او پرسید آیا میخواهی سلامت خود را بازیابی؟
مرد علیل گفت: سرورم، کسی را ندارم که چون آب به حرکت می آید مرا به درون حوض برد و تا خود را به آنجا می رسانم دیگری پیش از من داخل شده است. عیسی به او گفت: برخیز، بستر خود را برگیر و راه برو. آن مرد در همان دم سلامت خود را بازیافت و بستر خود را برگرفته راه رفتن آغاز کرد. آن روز شبات بود. در این داستان می بینیم که عیسی اون مرد را دید. مردی که 38 سال بود اونجا خوابیده بود و نمیتونست حرکت کنه. همون روز عیسی این شفا رو براش عملی کرد، برای اون یک شخص. وقتی که خدا به صورت ماورالطبیعه او را شفا داد، یه جورایی میتونیم از این داستان بفهمیم که اصلا نمیدونست عیسی کیه و ایمان نداشت و خدا برای رحمتی که داره به صورت ماورالطبیعه او رو شفا داد. بله، یه همچین چیزی هم هست، خدا به صورت ماورالطبیعه شفا میده، مثل معجزه آسا که میگم خدایا سپاسگزارم. ولی اگر خدا به صورت معجزه شفا رو جاری نکنه، خبر خوش اینجاست که موارد دیگر و روش‌های دیگری هم هست که این اتفاق بیفته، که اون ایمان ماست. و حالا آیه دیگر رو میخوام براتون بخونم. اول قرنتیان 12:9-11 میگه: و به شخصی دیگر به وسیله همان روح ایمان و به دیگری باز توسط همان روح عطای شفا دادن. و آیه 11 میگه: همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس می بخشد. می خوام به شما اشاره کنم، وقتی که به صورت ماورالطبیعه خدا شفا رو جاری می کنه، اغلب مواقع به وسیله هدیه روحه که میگه هدایای شفا. و اینها چیزهایی که خدا هر موقعی که میخواد از طریق روح به ما عطا میکنه. چیزهای مختلفی هست که خدا شفا میده و این هدایای شفا شاید برای سرطان هست، شاید هدیه شفا برای دیابت هست یا مرضهای مختلف. به همین دلیل شاید شنیدین یا تجربه کردین از طرف کسی دعا شده برای شما و خدا ازش استفاده کرده تا این معجزه خدا از طریق اون انجام بشه. ولی بعضی وقتا دیدیم که شاید اون کسی که دیابت داشته شفا رو نگرفته، اون کسی که سرطان داشته شفا رو گرفته. این معنیش چیه؟ هدایای شفا هست که خدا از افراد استفاده میکنه که اون معجزات از طریق اونها انجام بشه وقتی که خواست خودش هست. همیشه نمیتونیم توجیه کنیم یا توضیح بدیم که چطوریه، چون در این دست خداست و بر رحمت اون ربط داره و اغلب مواقع این چیزها رو ما میبینیم به عنوان معجزات که به صورت علائم و نشانه هاست برای کسایی که نو ایمانن یا اصلا ایمان نداشتن، برای نمونه ای هستن تا این معجزه توی زندگیشون دیده بشه. اگر این اتفاق برای تو نیفتاده یا نمیفته، باید بدونین که بزرگترین بخش از شفاهایی که عیسی مسیح در روی زمین انجام داد، 19 معجزه‌ای که انجام داد، 12 تاش بر ایمان بود که خداوند شفاشون داد و شفا رو مال خودشون کردن با ایمانی که داشتن. و عیسی اینطور میگفت به شما که دخترم، ایمانت تو را شفا داد، برو، شفا را گرفتی به دلیل ایمانی که داشتی. خیلی خوب، ایمانداران از طریق ایمان شفا را فعال میکنن. خدا قدرت شفا بخش داره، خدا اون شفا را میده، ولی بعضی وقتا و اغلب مواقع از طریق ایماندارانه که این فعال میشه. اولین روشش دعاست. ما از خدا بطلبیم برای شفا. یوحنا 16:23-24 میگه: در آن روز دیگر چیزی از خود من نخواهید خواست. آمین آمین به شما میگویم، هرچه از پدر به نام من بخواهید آن را به شما خواهد داد. تا کنون به نام من چیزی نخواستید، بخواهید تا بیابید و شادیتان کامل شود.
اینجا داره خیلی قشنگ توضیح میده وعده فوق‌العاده‌ای از جانب خداوند ما عیسی مسیح. میگه در آن روز، چه روزی صحبت میکنه؟ میگه روزی که من به بالا برده شدم، در آن روز از من چیزی نخواهید خواست، از پدر در نام من میطلبید. و واقعا هم اینطوری صحبت میکنیم و دعا میکنیم، از پدر آسمانی میخواهیم در نام عیسی مسیح. داره میگه من اجازهش رو میدم به شما که در نام من از پدر هر چیزی رو که میخواین و خواست خداست رو بطلبین، به شما داده میشه. تا چی بشه؟ تا خوشی شما کامل بشه. عیسی مسیح میخواد خوشی ما به کمال برسه. وقتی که بدنهای ما شفا رو داشته باشه و در درد نباشیم، ما خوشی کامل رو داریم. این خوشحالی و شادی رو برای ما میاره. میگه در نام من بطلبید. و شماره 2، میتونین اسم عیسی رو استفاده کنیم که قبلا همین الان صحبت کردیم دربارش، ولی آیه یوحنا 14:13-14 میگه هر آنچه به نام من درخواست کنید من آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من از من بخواهید آن را انجام خواهم داد. این عالیه. این وعده های فوق‌العاده‌ایه که به ما داده شده. این سر تجربه این چیز چیه؟ رازش ایمانه. اگر ایمان داشته باشی، وقتی دعا میکنی اون میشنوه و میدونی که میشنوه و به خواست خودش داری دعا میکنی، اگر در نام عیسی به طلبی اون رو برای تو انجام میده، تو اینطوری دعا میکنی و از پدر آسمانی میخوای و اجازه داده شده به تو که با دلیری به حضورش بیای و از نام عیسی استفاده کنی تا از خدا چیز رو بخوای و برای تو اجرا بشه. میخوام این رو تصور کنی که وقتی از پدر در نام عیسی مسیح چیز رو میخوای، خدا به تو داده شده. این تصویر رو بکش، ببین اینو، این قدرت شفا بخشی که برای صلیب برای تو مهیا شده از سر جاری میشه و در بدن تو کار میکنه. این قدرت شفا بخشش هر سلول و هر قسمتی از بدنت که در درد رو شفا میده در نام عیسی مسیح. آمین. ما اجازهشو داریم که این کارو بکنیم. راه دیگه‌ای که میتونیم ایمانم رو استفاده کنیم، میتونیم با توافق با ایماندار دیگری در دعا باشیم. او به ما راه‌های مختلفی رو داده که از ایمانمون استفاده کنیم. یکی از این راه‌ها رو استفاده کنین و تمرینش کنین. در این آیه میگه متی 18 آیات 19 و 20 میگه باز به شما میگویم که هرگاه دو نفر از شما بروی زمین درباره هر مسئله‌ای که در خصوص آن سوال میکنند با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان به انجام خواهد رسید. زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم. و اینجا دوباره دارم میگم، میگه هر موقع دو نفر از شما، دو نفری که ایمان دارین، موافق باشین بر روی زمین. همین الان میبینیم که همه ما روی زمین هستیم. اگر دو نفر از ایمانداران درباره چیزی که میطلبن از خدا موافق باشن و بطلبن، پس ما موافق باید باشیم و از خدا بطلبیم. به صورت خصوصی ازش بپرسین، به صورت خاص ازش بپرسین چی میخواین. به صورت کلی نگین، بگین خداوند من از تو میطلبم که این سیستم بدن من رو شفا بدی. اگر میخوای به صورت دیتیل ازش بپرس ازش و بخواه که این عضو بدنت رو که در درد رو شفا بده. خداوند من به صورت خاص دعا میکنم. اگر ایمان داری که بچه میخوای و بچه از جانب خداونده، ازش بطلب برای اون بچه‌ای که میخوای داشته باشی. دو نفر یا بیشتر هر موقع که موافق باشن بر روی زمین و از خداوند بطلبن، در نام عیسی برایشان اجرا خواهد شد. و دوباره چی کاری میتونیم بکنیم؟ از رهبرای کلیسا استفاده کنیم و از اونها بخوایم که بیان و دعا کنن.
یعقوب 5 آیات 13 و 15 میگه اگر کسی از شما در مشکل است دعا کند، اگر کسی شاد است سرود حمد بخواند، اگر کسی از شما بیمار است مشایخ کلیسا را فرا خواند و آنها برایش دعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تطهین نمایند. دعای با ایمان بیمار را شفا می بخشد و خداوند او را بر می خیزاند و اگر گناهی کرده باشد آمرزیده می شود. اینجا داره به ما میگه که رهبرای کلیسا میتونن برات دعا کنن و تو شفای خودت رو دریافت میکنی. ما اینجا دوقلوهای بازخرید رو داریم میبینیم، همونطور که مزمور 103 میگه ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هیچ یک از همه احسانهایش را فراموش مکن که همه گناهانت را میامرزد و همه بیماریهایت را شفا میبخشد. میگه برو از رهبرای کلیسا بپرس و از اونها بخواه که برای دعا کنن دعای ایمان، و بعد میگه خداوند تو رو بلند خواهد کرد و اگر گناهی کرده باشی آمرزیده میشه. اگر داری صدای منفی میشنوی که دلیلی که این اتفاق داره میفته به خاطر اینه که خدا رو خوشنود نمی کنی، گناه کردی یا همه اینهای چیزای منفی به سرت میاد، اینها دروغهایی که دشمن استفاده میکنه که این هدیه رو از تو بدزده، اون چیزی که خدا برای تو مهیا کرده رو بدزده. بعضی از این چیزا هست که باید ما مرتبش کنیم در زندگی، ولی اینها جلوی شفای ما رو نمیگیره. عیسی هنوز هم در همین حالا میخواد که تو شفا رو داشته باشی. پس توافق داشته باشیم و اجازه بدیم که رهبران کلیسا برای ما دعا کنن. دیگه چطوری میتونیم این شفا رو دریافت کنیم؟ میتونیم که اجازه بدیم که دست ایمانداران بر ما قرار بگیره. عبرانیان 6:1-2 میگه پس بیایید تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده به سوی کمال پیش برویم و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ و ایمان به خدا و آمرزش تعمیدها و دستگذاریها و رستخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیان ننهیم. این چیزی که عبرانیان میگه من میخوام بزرگ بشین، میخوام راه برین در ایمانتون و رشد کنین، و من دارم به شما میگم دوست دارم که اصول ابتدایی رو به شما یاد بدم و این پایتون رو قوی کنم. میخوام که قدرت ببخشم به اون ریشه ای که شما نیاز دارین تا برش بسازین. و اینجا داره میگه که یکی از اصول ابتدایی که اینجا میبینیم دستگذاری بر مریضانه. اگر یک کسی که ایمان داره بر روی شما دست بذاره شفای شما جاری میشه، و ما در مرقس 16 مون رو میبینیم آیه 15 تا 20 میگه آنگاه به دیشان فرمود به سرتاسر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق برسونید. هر که ایمان آورد و تعمید گیرد نجات خواهد یافت، اما هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود، به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و زبانهای تازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستهایشان خواهند گرفت و هرگاه زهر کشنده بنوشند گزندی به آنها نخواهد رسید و دستها بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا خواهند یافت. آیه 19 میگه عیسی خداوند پس از آنکه این سخنان را بدیشان فرمود به آسمان برده شد و به دست راست خدا بنشست. پس ایشان بیرون رفته در همه جا موعظه کردند و خداوند با ایشان عمل میکرد و کلام خود را با آیاتی که همراه ایشان بود ثابت مینمود. و اینجا بسیار زیبا داره توضیح میده این آیات آیه های تاریخی نیستن، اینها آیه هایی هستن که با فعل های حال داره به ما نشون میده. شما داری دریافت میکنی و ما داریم کلام خدا را موعظه میکنیم و شمایی که این برنامه را نگاه میکنین اینها دریافت میکنیم. این تمام این کارهایی که در اینجا داره انجام میده ما الان داریم انجامش میدیم و خداوند با ما در کاره تا ما شفا رو
دریافت کنیم، اونهایی که این برنامه رو نگاه میکنن شفا رو دریافت کنن، با علائم و نشانه ها این چیز رو تجربه کنن. و من ایمان دارم که عیسی خداوند این کار رو داره الان انجام میده، و شما هم بگین که من ایمان دارم که قدرت شفا بخش عیسی مسیح رو همین الان دارم میگیرم در نام عیسی مسیح، آمین. خیلی خوب، در برای دستگذاری بر مریضانم صحبت کردیم، حالا چطوری تمرین کنیم این ایمان خودمون رو؟ شاید کسی نباشه که باهاش توافق داشته باشیم، یا نتونیم رهبر کلیسا رو بیاریم که برامون دعا کنه، یا کسی نباشه که برای دستگذاری کنه، و اینجاست که تو باید ایمانت رو استفاده کنی. همه اینها عالیه که اگه داشته باشی، ولی اگر نداری، در دسترست نیست، میتونی با ایمان خودت برای شفای خودت دعا کنی. اول پتروس 2:24 میگه میخواییم بدونیم که کلام چی میگه. او خود گناهان ما رو در بدن خیش بر دار حمل کرد تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمایش شفا یافته ایم. خب ما از خدا داریم شفا رو میطلبیم، داریم ایمان داریم که این خواست خداست. چه چیزی اینجا میدونیم درباره شفا؟ ما میدونیم که ما شفا رو یافته ایم. یک فعل گذشته هست، یک واقعیتیه که قبلا برای ما اجرا شده. این وعده‌ای که خدا به ما داده از قبل که باید با ایمان برش بایستیم. این چیزهایی برای آینده نیست، نمیگه شما شفا خواهید یافت، میگه شفا یافته اید. ما به صورت تکنیکی هم بهش نگاه کنیم، برای صلیب این رو دریافت کردیم. ما ایمان داریم چیزی که مال ماست رو داریم و در آینده اون رو خواهیم دید. و اینطوری نیست که دعا کنیم که خدایا منو شفا بده، خدایا خواهش میکنم اگر قدرت شفا بخش داری برای من بده. نه، اینطوری نیست. او بر روی صلیب 2000 سال پیش این کار رو برای ما انجام داد. از طریق زخمایش ما شفا یافته ایم. یه نفر یه بار گفت اگر ما شفا یافته ایم پس شفا رو داریم. و اگر ایمان داشته باشی که از زخمایش شفا یافته ای، این ایمان تو کار میکنه، و این رو باید بدونی که از قبل شفا رو گرفتی و الان داری قدرت شفا بخشت رو در زندگیت میبینی. تو ایمانت رو داری به کار میگیری، و این حقیقتی که از قبل برای تو اجرا شده در حال میخوای تجربهش کنی رو برش راه بری. دریافتش کن، در روح اون رو بگیر. و میدونم که بیشتر که مطالعه کنیم بهتر میفهمید. اول یوحنا 5:14-15 میگه این است اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده وی درخواست کنیم ما را میشنود، و اگر میدانیم که هر آنچه از او درخواست کنیم ما را میشنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم دریافت کرده ایم. این واقعا آیه است پر از ایمان. اگر ما مطابق خواست او بطلبیم، اغلب مواقع توی دعاها باید برگردیم یه عقب و بگیم خدایا خواستت چیه در این باره؟ و اگر خواستش رو میدونی و مطابق خواستش داری استفاده میکنی، دعا میکنی، انجام شده برای تو و باید اطمینان داشته باشی که اون رو دریافت کردی. و در خط پایان برای من و شما شفا و سلامتیه، چیزی که خواسته اوست و خدا میخواد ما درش راه بریم. مثلا یه نفر یه بار این رو گفت که اون هدف رو برای 100% نشونه بگیر. اگر تو 90% رو بزنی یا 70% رو بزنی هیچ اشکالی نداره، اون فوق‌العاده است. تنها کسی که روی زمین به صورت 100% در شفا و سلامتی داشت راه میرفت روی زمین عیسی مسیح بود. ولی این حقیقتی که ما این امکان رو داریم که اون 100% رو نشونه بگیریم در ایمانی که داریم، با وعده هایی که به ما داده شده و میتونیم اون رو تجربه کنیم، حتی اگر
به 70% بزنیم، این فوق‌العاده است در زندگی ما. از ایمانت استفاده کن، تجربهش کن. و همینجا داریم درسمون رو تموم میکنیم. هفته بعد برمیگردیم تا بدونیم که چطوری این شفا و قدرت شفا بخش رو دریافت کنیم. آیا گزارش بعد دکتر را دریافت کردید؟ آیا میخوای با انرژی بیشتر زندگی کنی؟ آیا به معجزه نیاز داری؟ ما خبر خوشی داریم. این خواست خداست تا شما با سلامتی و شفا زندگی کنید. زمانش رسیده که بفهمید کلام خدا در حقیقت بازخریدش چی میگه درباره شفا و سلامتی شما. در این کتاب شما کلام خدا رو درباره سلامتی و شفای خود خواهید فهمید و پاسخ سوالهاتون رو خواهید گرفت. وقتی که با ما تماس بگیرید یا به وبسایت ما بروید، این کتاب دریافت اصول اولیه سلامت و شفا را فقط با $12 در اختیار خواهید داشت. اصول اولیه رو دریافت میکنید و در ایمانتان که خدا برای زندگی شما در نظر گرفته در سلامت و شفا رشد میکنید. و برای زمانی کوتاه دریافت اصول اولیه کتاب مقدس خدمت به خدا، زندگی با سخاوتمندی و سلامت و شفا را، این 4 کتاب را فقط با قیمت $40 میتونید در اختیار داشته باشید. با ما تماس بگیرید یا به وبسایت ما برید برای خرید این کتاب ها. سپاسگزارم که با ما هستید در برنامه امروز. میخوام لحظه ای رو با شما باشم و از شما تشکر کنم برای همکاریتون با ما. گوش کنید، شما به حقیقت کمک میکنید این برنامه ها به تمام جهان برسه، مخصوصا خاورمیانه. ما قادر هستیم این برنامه ها را به زبان فارسی در ایران، افغانستان و تاجیکستان پخش کنیم. و این عالی است، چون همونطور که شما هم میدونید آزار و اذیت زیادی بر مسیحیان در آن نقاط از جهان وجود داره. و جز آن چه که از تلویزیون دریافت میکنند، تشویق دیگر دریافت نمیکنند. ولی شما کمک میکنید با همکار شدن با ما تا آنها را با کلام تقویت کنیم و آنها را بنا سازیم در ایمانشان. در حقیقت داستانی را اخیرا شنیدم درباره پدری که از ایران برنامه ها را با همسرش و دخترش نگاه میکرد. هر هفته نگاه میکنند و دخترش که یک نوع ایمانه، این برنامه ها بهش کمک زیاده میکنه. گوش کنید، همکاری شما با ما کمک میکنه این کار را انجام بدیم. و میخوام تشویقتون کنم، یکی از چیزهایی که ما به رایگان پیشنهاد میکنیم دریافت اصول اولیه کتاب مقدس به زبان فارسی که میتوانید در خلوت خودشون مطالعه کنند رو دانلود کنند. میخوام تشویقتون کنم برای همکاری با ما. هدیه $200 شما این امکان را برای ما مهیا میکنه که هر هفته این برنامه ها رو در خاورمیانه پخش کنیم. پس اگر دوست دارید کمک ما باشید برای رساندن اصول اولیه کلام خدا به خاورمیانه، به وبسایت ما بروید یا با شماره روی صفحه تماس حاصل فرمایید. با هم دیگر میتونیم این کلام را با تمام نقاط دنیا برسانیم، مخصوصا خاورمیانه. سپاسگزار از همکاری شما با ما. سپاسگزارم که به من پیوستید در اصول اولیه تلویزیون بث. خیلی خوشحالم که با ما بودید. ما کاری که میکنیم، داریم خط به خط کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم و اصول اولیه کتاب مقدس و کلام خدا رو دریافت میکنیم. همونجور که میدونین کتاب مقدس میگه برای بالغ شدن باید اصول اولیه رو بدونیم و ریشه کنیم توی کلام خدا. هرچقدر بیشتر بالغ بشیم و رشد کنیم در ایمانمون، در حدی که بتونیم میوه بیاوریم، و البته این هدف نهایی ماست. میخوام درباره این منبع مجانی که به زبان فارسی هست، دریافت اصول اولیه کتاب مقدس در صفحه وبسایت ما به صورت رایگان آماده است برای شما تا دانلودش کنید و ریشه کنید توی کلام خدا صحبت کنم. به وبسایت ما برید و همین امروز این کپی رایگان را دانلود کنید. ممنونم که با ما بودید. سپاسگزار برای مشاهده این برنامه. امیدوارم که این پیام کمکتون کرده باشه تا اصول اولیه رو دریافت کنید. یادتون نرود که هر هفته با ما باشید برای دروس بیشتر از بت جونز و دریافت اصول اولیه. برای مشاهده برنامه بیشتر به وبسایت ما بروید.